بده. سرحد که نه گسته شروع ده کنار ولایت دنگان و سوالی دنگ سر که و در بکلین رگه دی کار شروع ده و سرفای که لانی مرتدین و گسته ده لسمیتری شافای که انشاء الله گسته جوری گور سر و کار که پا دقت سر روان ده مجردین رگه دی سوگان بستکری جار بستکری. ادامه درگیری ها میان نیروهای مرزی امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی. دو طرف بعد از یک وقفه چاشت دوشنبه در مربوطات خط فرضی دیورند با هم درگیر شدند که این درگیری ها افزون بر تلفات جانی، تلفات مالی نیز برای باشندگان محل داشته و بسیاری از باشندگان زازی میدان خانه هایشان را ترک و به مناطق امن پناه بردند. از سوی هم والی خوست به ولسوالی زازی میدان سفر نموده و به نیروهای امارت اسلامی دستور داده تا جلو هر گونه تجاوز به خاک کشور را بگیرند. او همچنان به خانواده های بیجا شده و زیانمند کمک های نقدی نیز کرده. درگیری ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی شام چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی زازی میدان در نزدیکی خط فرضی دیورند هنگامی از طرف نیروهای امنیتی پاکستان شروع شد که نیروهای امارت اسلامی مصروف ساخت پوسته‌های امنیتی در مرز بودند. با گفته آگاهان سیاسی ادامه این درگیری‌ها باعث ضعیف شدن روابط دیپلماتیک و یک بی‌نظمی در منطقه خواهد شد. اور جهادیارا جهادیارا اور جهادیارا تور مختص جهادیارا سیده سیده سراجا دیگه اوره طلحا طلحا گورا جهادیار بندقه گوکه ورسر مختصا رئیس ستاد ارتش پاکستان هشدار داده بود چند وقت پیش که اگر امارت اسلامی افغانستان به منافع کشور ما عمل نکنه ما روی یک پلان عملیات جنگی فکر میکنیم و همیتو نماینده خاص پاکستان به افغانستان محمد آصف خان هشدار داده که
مانند 11 سپتامبر در موجودیت مجاهدین ما یک عمل انجام میدیم، مگر بیاد داشته باشند که ابر قدرت قوی دنیا انگلیس، ابر قدرت قوی دنیا روس و به می رقم امریکا به زانو را آمدن. افغان ها آنقدر با شهامت و با همت هستند که به دست خالی هم جواب دندان چکن برشان داده. کشورهای دنیا بدانه و بفهمه که فعلا امارت اسلامی، وزارت دفاع، وزارت داخله اگر سفر بری را اعلان بکنه، 1,000,000 نظامی های پیشین با امارت اسلامی استاد هستیم به خاطر وطن خود، به خاطر مردم خود. اگر سرما بیجا و بیمورد کس تعرض بکنه سر دولت ما، ما در ظرف 24 ساعت جواب دندان شکن برش میتیم. ما برای جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله اطمینان دادیم که نیروهای امنیتی سابق با تمام امکانات ریزرف شما است و حال ما هستند. 70% تمام نیروهای امنیتی در داخل افغانستان زندگی میکنند و دمی تو یک حالت باز پاکستان سر ما حمله بکنه، پاکستان ما را هوشدار بده، باید داشته باشه که جواب دندان شکن خواهید. اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، جابر صرف، الله اکبر، الله اکبر. بابا استاد ماشاءالله ماشاءالله پاکستان بوستای بیا وستا الحمدلله الحمدلله ان شاء الله مجاهدین کامیاب دی بین ماشاءالله ماشاءالله ټول پاکستانی بوستای وست دغه پاکستانیان موږ پر له خپل په خاور کې دغه نشان د ملګری وسو سرخته دي وحيجه ها وحيجه ايه وحيجه بس بس ما تشكرا والله ما تشكرا الله اكبر الله اكبر ما رميت ازرميت الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله باكستان بوستروغه ولا كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله جنرالای پاکستانی مطابق با ذات و طبیعت خود دشمنان قسم خورده مردم افغانستان و افغانستان تلقی شده و میشود. حکومت این جنرال از اول پیدایششان تا به اکنون به شیوه ها و اشکال در امورات داخلی افغانستان مداخله کرده و به تمام قوت این مداخله را ادامه میدهد. تا زمانی که در پاکستان جنرال ها حاکم باشه این مداخله ادامه میابه. وحده شرایط کلونی به خاطر حساسیت بیشتر شده و مداخلات بیشتر شده که در افغانستان ثبات و امنیت وجود داره. هر قدر در افغانستان ثبات و امنیت بیشتر میشه، پیشرفت اقتصادی بیشتر میشه، ایر جنرال های پاکستانی تحمل کردنه میتونه، دست با مداخله میزنه تا ثبات و امنیت و پیشرفت اقتصادی را خدشدار بسازه که در شرایط کنونی این عمل دیگه خارج از صلاحیت جنرال های پاکستانی است. یعنی بدین معنی که بعدا جنرال های پاکستانی ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان را نمیتونه آسیب برسانه. معمولا در خط دیورند برخوردهای مصالحانه را شاهد میباشیم که معمولا نیروی محرکش باز هم مواساکری است که مردم در جنرالای پاکستانی میباشند و این حالت در آینده هم کماکان ادامه خواهد یافت.
پاکستان ایده دو هم پوسته ده چه بایی بیشتر نگه طالبان رو تروش کنه ده شروع ده درزاده